صبح امروز عملیات نجات کشتی واژگون شده کوستا کانکوردیا در آبهای جزیره جلیوی ایتالیا آغاز می شود. قرار است یک تیم چند ملیتی مشکل از 500 مهندس این کشتی به گل نشسته را به حالت عادی برگردانند. کوستا کانکوردیا که از بزرگترین کشتی های جهان است حدود 2 سال پیش واژگون شد. سخنگوی سازمان حفاظت مدنی ایتالیا می گوید این عملیات 3 مرحله اصلی خواهد داشت. نخست لاشه را از خرسنگی که به آن برخورده جدا می کنند، بعد بر مبنای محاسباتی که انجام دادند مهندسان لاشه را با طناب می کشند و می چرخانند و سرانجام آن را روی سکو قرار می دهند. طول کشتی 290 متر است و ارتفاع آن اندازه یک ساختمان 11 طبقه است. بیش از 114 هزار تن وزن دارد. فرانکو گابریلی رئیس سازمان حفاظت مدنی ایتالیا میگوید تنها وقتی که کشتی در شرایطی امن و مناسب قرار گرفت ما جستجوی 2 قربانی باقی مانده حادثه را آغاز میکنیم تا اجسادشان را که باید بر بستر دریا باشند به خانواده هایشان تحویل دهیم. آن 2 نفر ایتالیایی و هندی هستند. کوستا کانکوردیا 23 دی ماه 1390 واژگون شد. در آن حادثه 32 نفر جان دادند. هزینه عملیات 12 ساعته نجات کشتی 600 میلیون یورو برآورد شده است.